من سال 67 با سازمان آشنا شدم توسط پسر بزرگم ابوالفضل آشنا شدم. قبلا هم که آشنایی نداشتم با سازمان، پسر بزرگ من از کلاس 9 بود که دبیرستان بود با سازمان آشنا شده بود. فعالیت نکرد من دست خود من خبر نداشتم. بعد هر وقت مخواست بره بیرون من بغل میکرد بیبوسه طوری که مثل که مخواد مسافرت بره. همچه گفت داشته من نیبوسه باباش آمد بکن عبدالت میخواد مسافرت بره. گفت نه آقا جون چی حسیدی شد یه با شما رو بسته کنم. بعد یه رو بسته که برد همچه همیش کارش هم بود صبح که مخواست اداره بره یه همچه خداویز مفصلی میکرد میرد. بعد از اینکه با سازمان که آشنا شدم گفت مامان آره بیاد بکم روزه که باید اینطور خداویزی مکردن یه اداره میخواستم برم. گفتم که تعریف کن میرم چی کن. گفت آخه یه مجاهد عمرش از 30 سال 35 سال بیشتر نیسته. من که وقتی صبح میرفتم بیرون فکر میکردم دیگه زور بر نمیگردم بخاطر با شما اینطور رو چیز میکردم استوزه میکردم. من از سال 57 با سازمان آشنا شدم توسط پسر عزیزم پسر بزرگم ابوالفضل. دیگه این ابوالفضل نه که تنهای بچه من، ما هم بچه های مجاهدیم تو هر شهری تو هر محلی سمبول و محل بودن. این بچه های من سمبول محل محل بود سمبول فامیل بودن. یه روز که مثلا میرفت خونه یکی از فامیل ها زنگ میزدن که پاشیم بیم که ابوالفضل اومده اینجا میشه برشان قشنگ کار توضیح میکرد. بعد که ابوالفضل که شهید شد که کجا شهید شدن که تو ابوالفضل چون شناخته شده بود باید از گرگان میرفت به دستور سازمان رفت تو شهرهای چیز شما تو قایم شهر بود با محمود قایم شهر با هم بودن. بعد وقتی مخصد بره یه روز من گفت مامان بیا بریم یکم با هم صحبت کنیم. رفتیم تو اتاق در بست و گفت من داره میرم از اینجا چون شناخته شده هستم نباید اینجا بمونم. مامان من داره میرم ممکنه بیام ممکنه که نیام. اگر مامان من شهید شدم از واسه مشکی نکوش گیری نکن مراسم من طوری برگزار کن که کسی نتون تشخیص بینگه عروسی یا عزاره گل شیر میدوزن. گفتم که نگه میشه مامان؟ گفت آره مامان چون میشه از خدا بخواد چون راه محقه خدا بهت کمک بکن از خدا بخواد که خدا بهت کمک کن. گفتم باش فقط همیشه از خدا میخواستم خدا یا من قبل از بچه هم شهید بشم نکنی ولی نزانم وسیعت چی انجام دم. حتی اون خبر شهادت رو دادن به جای گریه لبخند بزن. بعد تو اینکه رفت و چند وقت گذشت شهید شد خبر شهادتش یه برادر اومد من داد. من هم تو که بیشت بودم خبر شهادت ابوالفضل من داد ناخودآگاه خنده به لب آمد. بعد در برادرش گفت مادر حالت خوبه؟ گفتم آره خوبه. دو بار سوال پرسید گفتم آره حالا خوبه چیه چی شده؟ گفت بعد اینکه دیدم شما خنده کردی گفتم این وصیت خودش بود که خبر شهادت من شدی به جای گریه لبخند بزن. لبخند بعد برادر خودش خیلی ناراحت گریه کرد و پدر از اون اتاق آمد گفت چی شده؟ گفتم دست چگستم نشانده گفتم بشین ابوالفضل شهید شده باید بریم دنبال جسد کارش گریه بودم گریه نکن یا خود وصیت که برای من گریه نکن. بعد گفت باشه پنج خود استاتب شد و بعد سنگتین فامیده آمدن و پشتیم رفتیم برای تبدیل گرفتن جسد خواستم که تبدیل جسد آوردی ما اینا باید ما وقتی میخواستیم خواهد بشتانیم فامیده جمع شدن گفتن ساعت 4 صبح بریم خواب کنیم. گفتم مگه بچه هم دوستی کرد 4 صبح بریم بچه هم خواب کنم میخوام ساعت 9:30 میخوام برم. هر که فامیده گفتم هر که این ترسه بریم من خودم وای میستم. بعد اگه فامیده چون ساعت 9:30 شد پشتم رفتیم و جسد چیز کردیم رفتم بیشورانش دیدن کسانید که جایی برای شستن نداره. بعدم گفتم که این شب جسد شهید شستن نداره خست نداره که بعد همچه که بلند کردن که ببلن گفتن سر کنه پشت ای برم پشت برو خونه دوربین دارم میخوام از جسد بچم اکس بیرم های فرمولات سوی بودن نه الان میرزم گفتم کی مخواد بریزه کی جرعت داره اینجا نزدیک بشه. یکی از دوستا خود ابوالفضل پشت رو دوربین آبازم با جسد ابوالفضل اکس بیرم. ای فامیلا گفتن الان میریزم گفتم بابا شما هر کی متاسه بری من میخواستم با بچم تو هیلوگا در عکس بگیرم تو قتلگا باش عکس بگیرم من عکس گفتم باباش بیرم عکس تنها گرفتیم که فامیلا اومدم وایستادن عکس گرفتیم. بعد جسد بلند کرد جسد مثلا این طرف تابوت من بودم این طرف تابوت باباشم بقیرم که جلو بودم. منم مرتب سرود سازمان میخوندم توی قبرستانم پای جمعیت پاسدارا بودم پاسدارا آمده بودم خودش که هی مفهوم رفت از تو ساکت کنی ساکت باش چیزی نگو گفتم هر کی میترسه دنبال من نگه.
مرتب صورت سازمان خوندم تا لب خاکی که بازم که بزنم تو خاک اینقدر هم گلا بازم دوست آشناهای خودش گذاشتم جسد گذاشتم و باز خاک کردیم بازم گلی آمدیم خونه هر شبان روز من مهمانی کردم گل شیرینی گذاشتم مرتب صورت سازمان میخوادم صورت سازمان شدم چون خودم سورم کنم به سخنرانی من یکی از بازاری های آمدن خونه من رفت خونه صدا خبر شده در بزرگ شنید و پاشت در خونه شد شروع کرد به گریه کردن خانم شد از خواهی چیلی گریه کنه برادر از موزن که ای کاش برادرم میمار تو پس چیز دو که عبور فرد کشتن برگرش گفت میکاست بده منافق نشه تا نکنه تا بود یه دان زد تو به صورت خانم شد گفت همی الان پاشه بوده گفت صورت من قیمه بگو گفت مخصوصا زدم که تو بری الان به مادرش نشون بده آمد خونه من نشست دو داد گفت که صورتم ببینم بزن چی گفت شعبان من زده گفتم چه دیم کرده گفت من اینطوری کتا من نمزده من دیگه چی نمزده با شده به همسرش گفت خودت کشتی بر چه گیری کرده مادرش اصلا گیری نمی کنه اصلا از خونه نیست اونجا گل شیر نگذاشت افت بچه که گذاشته مرتم مرتم اون داره شیر میخونه و آهنگ گوش میده این میرسه مال سرد سازمان که میدارستن آره مرتب شیر میخونه و داره آهنگ گذاشته زنش گفت بعد دختو نمیفهمه اون از من اصلا بهتر میفهمه که گل شیر نگذاشته بعد فرزندان دیگه خونش مانه از فرزندان بعد چه روز بعد از شهادت اول فرز میدی من دست قبلا دستگیر شده بود اولین بچه من که دستگیر شد حسین بود که الان توی چیزه آلبانی هست اولین دستگیر شد بودم 14-15 سالش بود کمتر شد 12 سالی بود نیمان چند سالی شد دستگیر شد سال روزی 3 خورداد دستگیر شد این بچه 3 ماه تو زندان بود اصلا پاستر رو نگو اسمش هر چی بهش بودن اسم چیه میگو اسم من رو مداره خونه از کجا تو قلب خان فامیلی چیه اسم من میلیشیه فامیلی چیه مجاهد خونه کجا تو قلب خان سه ما خبر نشم بعد از سه ما بچه ها دیگه دستگیر شدن گفتم به خانواده تو خبر بده که بگو من زنده هستم نمیدونم خانواده تو زنده هستی یا مادی بعد از چند وقتی دیدم که نامه آمد تو با ماما سلام من تو سپاه هستم این تو سه ما بعد از این روز پنجشنبه علی اکبر دستگیر شد روز جمعهش روز پشته هم علی اکبر دستگیر شد میده که دستگیر شد چهار ماه این بچه زیر شکنجه بود آخرم زیر شکنجه از من دفت شهیدش کردن بعد من که نرف خودش به من وسیعت کنم من دنبال من اگر شهید شما دنبال جسد من نیام اگر دادن بگیر اگر ندادن من که رفتم به جای خودم رسیدم مثل مادر وحب سر پد بچهش بهش دادن گفت من چیزی که در راه خود دادم پد میگم تو هم نگید دنبال جسد من گفتم باش ولی باباش تو روز سشه دفت دو سپاه نشست هر کاری کرد جسد نزن گفت این منافق تو قربستان آمی نباید خوابش گفت باباش گفت بگی من تو حیات خونم خواب من گفتن منافق نباید تو شهر خواب بشه بچه بودن که جنگل نارخوران این باباش بند تنگزاد که میدی دارن به جنگل نارخوران راست دیدم اونجا 25 سان کندن بخواهم بچه بچه ها تاقواز میداشتن گفتم چیزی اینطوری کردیم بیشتر بود بکنی امشب جسد میاد به حیوانم این جسد من گفتم من میخوام بریم خواهد میدو کلنگ از چون گفتم خودم شروع کردم به قبر کندم خودم رفتم تو قبر وقتی رفتم تا گردم بود قبر اینقد گرد کندم بعد شاخه بلگ درخت گرفتم بعد چند دیم دادم بچه اینقدر بلند داشت میدیم وقتی من دوی جسد بچه اینقدر چند دوی اصلا مثل چمدان پا شد بچه هم گذاشتم تو خواهد روش شاخه بلگ درخت گرفتم بعد روش خواهد گرفتم نزدیک قبل بچه هم نزدیم بودم مادرم سنگی نیستم بگم نیم خواهیم 15 تا پاستر این جسد اسکوت کردن و بودن تو جنگل از بله بود مادر سال 60 داره عبور فرز هم گفت به هفته شهری برشه یک شد میدی من مثل شیش آبان شهید بعد نشستم دو سر خود بچه هم نشستم بودم میشینم میکنم گریه میکنم گریه بکنم گریه هم بگیره نیم خواهیم جلو دشمن گریه کنم بعد همطوری داشتم قدم میزدم دیدم یه بچه قبل از میدی آبادو خواه کردم تا هوا کزیم تا با میشونم اصلا این پاشون این چیز اتخاب بیرون بود جسد آمد حیوان آمد این درنده آمد این جسد بچه خود دادم صدا کلمه یه موز دور آمد پی گفتم بله خانم بفهمی بزن جسدی که قبل از میدی آبادو بین جونه بر جسد در آبادو خورده دیگه همه شرمنده شدن اما ساعتی که من داشتم میدی خواهد میکردم همه پاسترا مال خود شهر خود ما بود همه با موقع انقلاب با بچه هم بودن
خونه ها میامدن رو پشت با میرفتن دست بر میخورم همه ما رو میشناختن ولی اون ساعت دستان دستان گرفتن نشان همه گریه میکردن وقتی میخواستم رو خدا خودتگن مادر ما مأمور بودیم گفتم ایه مأمور بودیم مأمور مزدو گفتم ایه مأمور بودیم مأمور بودیم که حسینی ها رو بکشیم اهل بیت محسین بکشیم بگیم ما مأمور ما دستور دادن بعد اینا رفت من ماندم اینا رفتم بعد از حرس این پاسدارا هم سوم رفتیم هفتم رفتیم پونزدهم روز چهلومشم چند تا ماشین نیست که بزرگم سفارشتون روش نوشتن که میری جان شهادت مبارک رفتیم توی جنگل ناهارخوران سرود سازمان گذاشتن مادرها شهده ها مادرها خیلی جمعیت بود دو تا اتوبوس بود و چند تا سواری رفتیم همه سرود خواندن و چیز کردن گل گذاشتن اینا هیچ کس جرأت نکرد بیاد تنتی کن حالا من برای ابوالفضل من هفت شب روز مهمانی کردم برای پسر بزرگم یه طور بگو وقتی جمعیت می رفت میکنن که کوچه روزخانی میکنن نه پسر آقای ابراهیم پور شریف شده مراسم دارن علیکر بعد از مهدی شریف شد تو قصه ها شیف تو قصه ها شسته هست آره علیکر تو قصه ها شست دیگه اینقدر جمعیت اونو می آمد من جمعیت داشتن پرچم قرمز بودن فامیله نتن پرچم قدودم پرچم سیو دردم در خونم هایی بکنم نکنم این کاری میکنم نه هیچ کس جور از نکنسی باز من از اینه که میخوام به این مادره که مادره شهدا که الان میرن جلوی زندان میبونه تو خیابان میرن و تو باقه لال اینجا میرن میخوام به اینا بگم شما باید مثل شیر وایستین جلو اینا اون زمان ما جلو مثل شیر جلو این رژیم وایستدیم هیچ کس جور از نکرده بودن ولی مادره که بچه شمش نمیرسن گیرزاری میکردن هم کتک میکردن هم پولیتی رسانه گفتن ولی هیچ کس جرأت نکرد این حقشتان روزی که من برای پسر بسر مراسم گرفتم جرأت نکرد که در خونم بیان یا برای مهدی من چلون گرفتم این همه دم و دستگاه رفتیم هیچ کس جرأت نکرد ما بیاد دیگه برای علیه برای آسیا مهدی آسیا عباس من خودم ایران نبودم من اون وقتی از ایران خارج شدم چون رژیم حکم ایران صادر کرده بود بچه های سازمانم من از ایران خارج کردم آقا که من ترکیه تازه رسید بودم خبر شهادت داماد من با دختر آمد علی اکبر من موقع که از ایران آمد از ایران خارج شدم دو تا بچه هم شهید شده بودم علی اکبر من حسین هم تو زندان بودن دو تا شهید شدن آسیا هم که تو پایگاه بود که در گلی پیش آمد و آسیا من شهید شد آسیا عباس هم شهید همشون گرامه ماده در روزی که من آمدم رجم چیز گرفتم بعد از جبین آسیه پدر گرفتم پدرم چهار سال زندان بود چقدر شکنجه کردمش دیگه لعنت دین خمینی اینا شهید شد درود بر شما مادر من فقط میخوام به این مادر رو بگم این مادر از یه خواهران عزیزم از مادر ستار گرفته تا مادر ریحانی جبالی تا مادر اون کارگلی که فقط یک کمک به سازمان کرده بود اسمش دلان فرمانی همه مادرها همه مادر شهدا شما مثل شیر باید جلو این دشمن بایستین شما اگر گریزاری بکنین عقب بشنین اون میاد جلو این رژیم مثل سگ هاره نباید بدوی دنبالت میکنه وقتی مثل شیر جلو شده اون از شما وحشت داره اون از شما میخلصه مثل شیر بایستین جلو شده به همین من هم وطنان عزیزم که در داخل چه در خارج میگم شما به خاطر مادرها به خاطر زندانیان سیاسی به خاطر دانشجویان به خاطر کارگران و کارمندان که همه حقوقشن چند ماه نگرفتن دارن اعتصاب کنندن تظاهرات میکنن شما همه دست به دست هم دیگه بیم برای تظاهرات 28 ژانویه حتما شرکت بکنن که اون مادرها دلشان به شما گرم بشه که واسه انجلو دشمن شما. مادر